زیر باران و با وجود خطر ابتلا به کرونا این رای دهندگان نیویورکی اینجا صف کشیدند تا در تعیین سرنوشت یکی از حساسترین ترین انتخابات های تاریخ آمریکا نقش داشته باشند انتخاباتی که هم برای این مردم و هم برای مردم کشورهای دیگر اهمیت زیادی دارد اولویت اصلی برگزار کنندگان اما سلامت روند انتخابات و جلوگیری از هر چیزی است که کار رأیگیری را مختل یا دوچاره لغزش کند. دخالت خارجی یکی از بزرگترین تهدیدهاست. هاست. حالا پلیس فدرال آمریکا و سازمان امنیت سایبری و زیر ساخت این کشور در بیانیه ای مشترک تلاش هکرهای مرتبط با دولت ایران برای ایجاد اختلال در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا را تایید کردند. مقام آمریکایی ایران را متهم کردند که در راستای کارزار انتشار اطلاعات غلط ویدیویی ساخته است که نشان می دهد برگه های جعلی رأی از جمله از خارج آمریکا پست می شوند. آنها همچنین گفتند فرستندگان ایمیل های تهدیدآمیزی که در چند روز گذشته برای رای دهنده ها در ایالت فلوریدا و چند ایالت دیگر فرستاده شدند هکرهای ایرانی بودند. ایمیل های نظیر این که از طرف گروهی به نام پراود بویز برای هزاران نفر از رای دهندگان دموکرات فرستاده شده بود. ما تمام اطلاعات شما را در اختیار داریم. ایمیل، آدرس، تلفن، همه چیز. شما حالا به عنوان یک دموکرات ثبت نام کرده اید ما این را میدانیم چون به تمام زیرساختهای انتخابات دسترسی پیدا کرده ایم روز انتخابات به ترامپ رای بدهید و یا یعنی به سراغتان میاییم وابستگی خود را به حزب جمهوری خواه تغییر دهید تا ما بفهمیم که پیام ما را دریافت کرده اید و به آن عمل می کنید ما می دانیم که به چه کسی رای داده اید اگر جای شما بودیم این را جدی می گرفتیم عده زیادی احساس خطر کردند و نگرانیشان را در شبکه های اجتماعی به طور گسترده به اشتراک گذاشتند مقام های امنیتی آمریکا چهارشنبه گذشته در کنفرانسی خبری به رأی دهندگان اطمینان دادند که رأیشان محفوظ خواهد بود. We ask every to do their part. از همه آمریکایی ها می خواهیم تا در مقابل کسانی که قصد آسیب زدن به ما رو دارند به وظیفه خودشون عمل کنند. راه حلش خیلی ساده است اگر ایمیلی تهدید آمیز و با قصد سوء استفاده دریافت کردین نگران نشین و اون رو پرش نکنین. کریستوفر ری رئیس اف هم گفت خیالش در مورد زیر های انتخاباتی راحت است. ما دخالت خارجی در انتخاباتمون و یا هیچ عمل مجرمانی که رأی شما را تهدید کنه و اعتماد عمومی به نتایج انتخابات رو تضیف کنه تحمل نمی کنید. به گفته مقام های امنیتی آمریکا، هکرهای مرتبط با دولت ایران از اوت 2019 تا به حال حمله های قابل توجهی را علیه بعضی از شبکه های آمریکایی انجام دادند. آنها ادعا می کنند که ایران قصد دخالت و برهم زدن انتخابات آمریکا را دارد. اتهامی که سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هفته گذشته آن را رد کرد و در اعتراض به آن سفیر سوئیس را احضار کرد کشوری که حافظ منافع آمریکا در ایران است اما سازمان های امنیتی آمریکا چطور می هکرها را متوقف کنند ساده راهش دادن اطلاعات به رای دهنده هاست نهادهای امنیتی آمریکا توصیه نامه ای رو تهیه کردند و در اون انواع روش هایی که هکرها برای هک کردن استفاده می کنن رو در موردش صحبت کردند همینطور به کاربرا و رای دهنده ها توصیههایی رو در مورد جلوگیری از هک شدن ارائه کردند از جمله اینکه از اونا خواستند از پسورد های قوی و تایید های چند مرحله ای استفاده کنند تنها دو روز دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا باقی مانده. جنب و جوش انتخاباتی در جریان است. مردم رأی می دهند. نامزدها مشغول قانع کردن رأی دهندگان مرددند. و احتمالا هکرها در فکر ترفندهای جدید. مهدی بیگی، رادیو فردا.